ادامه برنامه. سپاسگزارم بیننده از این که تا این دم با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. قسمی که میدانین مجله صبحگاهی است و در آغاز هم گفتم مهمان من امروز آقای سید محمد مهدی حسینی، معاون مسلکی اداره عالی تفتیش است و موضوعی که در موردش بحث خواهیم کرد و شما هم باید اشتراک کنین این است که به نظر شما بررسی اداره تفتیش که در نتیجه 19 وزیر کابینه به مجلس کشانده شد و احتجاج شد چقدر عادلانه بوده است و چقدر شفافیت در این راستا وجود داشته است؟ شما اگر در این راستا پرسش دارین و یا هم نظر و دیدگاه دارین میتونین در برنامه اشتراک کنین. پل های ارتباطی برنامه که مستقیما میتونین با ما به تماس شوین 0791-6054-655. شما از این دو شماره میتونین استفاده کنین و پرسش هایی که در رابطه به موضوع برنامه دارین مطرح کنین. آقای حسینی خوش آمدید. سلام باشین. با سلام خدمت شما و همه بیننده‌های عزیز تلویزیون یک. سپاس که مهمون ما شدین. 17 وزیر کابینه نظر به گزارش شما احتجاج شدن و به مجلس نمایندگان کشانده شدن، درست؟ البته به نظرم خوب است که قبل از او بسیار به صورت مختصر در ارتباط با گزارش حساب قطعی دولت یک بحثی شود که یک روشنی انداخته شود بر مبنای او ما بقیه بحث دنبال شود. شاید خیلی از بیننده‌های عزیز و خیلی از کسایی که در جاهای مختلف باشن اصلا در ارتباط با قطعی دولت چندان ذهنیتی نداشته باشن. حساب قطعی دولت در حقیقت صورت حساب مالی دولت هست در خلال یک سال مالی گذشته. معمولا واحدهای بودجهی وزارتخانه و ادارات موظف هستند در پایان سال مالی حساب قطعی خود را تکمیل بکنن و برای وزارت مالیه ارسال بکنن و این تکمیل شدن از ولایت ها گرفته تا یکی به مرکز جمع‌آوری میشه و قطعی ها نهایی میشه و به وزارت محترم مالیه ارسال میشه. البته در جریان ترتیب حساب قطعی دولت صحبت های بسیار نزدیکی همراه وزارت مالیه و واحد های بودجه وجود داره برای تطبیق ارقامی که در قطعی وجود داره. وقتی که قطعی تکمیل شد مطابق به قانون موظف هستند در اختیار اداره عالی تفتیش قرار بدن تا مورد بازرسی قرار بگیرن. قطعی معمولا بر اساس قانون اساسی باید در خلال 6 ماه سال بعدی هم ترتیب شود و هم مورد بازرسی قرار بگیرن. و بر اساس حکمی که از مقام ریاست جمهوری در سال 1391 گرفته شده بود ما تقسیم بندی در حقیقت کردیم که ترتیب حساب قطعی برای وزارت مالیه و واحدهای بودجهی 3 ماه اول از سال مالی باشه و 3 ماه بعدی برای بازرسی حساب قطعی انعکاس داده شود. سپاس اگر جز دوم باشد اکتماس پاسخ میدیم برمیگردیم به حرف شما. آقای منگل روی خط هستن از پکتیا، بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام به شما برادر عزیز، بفرمایید پرسش دارم. خب تنظیم باید په دغه وڅو د وزیرانو چې اعتماد راي تنه واسه په دې باندې منګړي سخت خوشحالي چې په افغانستان په نظام کې یو غټ بدلون راځي. منګ دې ته ډیر خوشبيني خدای دې وکړي چې پارلمان دغه د حکومت کې د کوم چارواکي چې فساد نه ډک دي او کوم چارواکي حکومت ته خدمت نه کوي هغه دمند لري کې او داسې اشخاص راولي چې هغه افغانستان ته خلکو ته خدمت وکړي. سپاس. یعنی شما خپل بودیجه نه چې مصرف ولې دا افغانستان څه دی په وکړي دغه چې خلک مونږ هیڅ نه غواړو په نظام دغه چې خلک باید هر وخت محکمه شي. سپاس برادر عزیز، روزتان خوش. بینده عزیز شما مگر در این بحث میخواین اشتراک کنین لطفاً به موضوع برنامه توجه کنین. موضوع برنامه این است که کار این نهاد چقدر شفاف بوده و چقدر عادلانه صورت گرفته که امروز آقای حسینی حاضر هستن از اداره عالی تفتیش به شما پاسخ بدن که از بابت گزارش اینها 17 وزیر به مجلس نمایندگان کشانده شد و استعزا شد. بازم در برنامه از خواهش میکنم اشتراک کنین و نظریاتتان در رابطه به موضوع برنامه میخواین داشته باشم. گفتم میشه که ریاست جمهوری گفته از اعضای مجلس از چگونگی روند مصرف بودجه درست در روشنی قرار نگرفتن. این به این معناست که در گزارش شما مشکل وجود داشت؟ من میخواستم که در حقیقت مقدمه همین موضوعات کلا گفته شود و به سوالات شما و بیننده‌های عزیز در این قسمت جواب بدیم. در زمان 3 ماهی که ما بازرسی حساب قطعی دولت داریم در حقیقت تمام اسنادی که حمایت بکنه و معید باشه برای حساب قطعی دولت ما مورد بازرسی خود قرار میدیم. سند بودجه هست، زمینه بودجه هست، سند بررسی وسط سال هست.
فرم‌های تخصیصات و فرم‌های تعدیلات است و سایر اسناد و راپورهایی که از مرکز و ولایات برای ترتیب حساب قطعی در حقیقت به کار برده میشه و هدف از بازرسی حساب قطعی هم حصول اطمینان از صحت ارقامی است که در حساب قطعی دولت انعکاس پیدا کرده و پس قطعیه در حقیقت توسط خود واحدهای بودجوی جور میشه و توسط وزارت مالیه نهایی میشه و در اختیار ما قرار میگیره. ما هیچ رقمی را کم و زیاد نمی کنیم. اگر در انعکاس پیدا میکنه که مصرف یک واحد بودجوی به عنوان مثال 25% است و یک واحد بودجوی 70% است، این در حقیقت ارقامی است که خود هم وزارت این ارقام در حساب قطعی خودش انعکاس داده و در این قسمت ما هیچ گونه دخل و تصرف نداریم. و گزارش را که ما انجام میدیم در حقیقت ما بیشتر قضاوت ما کلن بر مبنای اسناد هست. ما هیچ وقتی بر مبنای قضاوت شخصی خود ما قضاوت نمی کنیم و بروی اسناد تمام مواردهایی که وجود داره، ما تخطی هایی که صورت گرفته باشه او رو در گزارش خود انعکاس میدیم و در گزارش قطعی مواردهای بسیار زیادی وجود داره که در حقیقت از تخلفاتی که خلاف اصول نامه صورت گرفته، خلاف قانون امور مالی و مصارف عام صورت گرفته، خلاف تعلیمات نامه محاسبات نقدی صورت گرفته، ما در گزارش خود انعکاس داریم. شما اطمینان میدین که کار شما عادلانه بوده و شفاف؟ دقیقاً کار ما کاملا مبتنی بر اسناد بوده و ما در هر یافته ای که در بودجه عادی یا بودجه انکشافی قروض، قطعی عواید و دیگر موارد داشتیم کاملا بر اساس اسناد بوده و ما مواد قانونی را ذکر کردیم و بر مبنای او قضاوت خود انجام دادیم. عالی است. به اجازهتان یک تماس پاسخ میدیم برمیگردیم. و خوب است امیر من اضافه بکنم و در کنار او وقتی که ما هر یافته در ارتباط با هر موضوعی داشته باشیم این موضوع رو همراه وزارت مالیه شریک میسازیم. در حقیقت میگیم این یافته ما است، شما دلایل قانونی خود در این ارتباط همراه ما شریک بسازید. عالی است. برادر ما جیلان روی خط هستند، بفرمایید. سلام علیکم. سلام به شما برادر عزیز، بفرمایید پرسشتان. جیلان عزیز فکر کنم تماسشان قطع شد، میتونن دوباره تماس بگیرن. اما در طرف دیگر گفته میشه در اداره خود شما برخوردها دوگونه است، شما میپذیرین؟ برخوردهای دوگانه من دقیقا نفهمیدم که منظور از برخوردهای دوگانه چه رقم است. در قسمت تهیه گزارش ما کل بر مبنای اسناد کار خود در حقیقت پیش میبریم و گزارش قطعی که ما ترتیب کردیم در جریان بررسی هم وزارت محترم مالیه، چون محل بازرسی حساب قطعی دولت در وزارت مالیه هست، ما تمامی معلومات و یافته های خود در ختم بررسی مطابق به معیارها و استانداردهای تفتیش همراه مرجع مربوطه شریک می‌سازیم و در انتها نظرات وزارت مالیه را در این قسمت از پیشان طلب می‌کنیم و در حقیقت این در یک پروسه کامل شفاف وجود داره. و ما حتی در جریان بازرسی روی پروسه برنامه شما بیشتر صحبت می‌کنیم، اگر اجازه داشته باشه تماس و پاسخ بدیم که خط میشه تماسشون. برادر ما مسعود از خیرخانه روی خط هستند، بفرمایید. سلام علیکم برای شما و برای تمام بیننده ها و مهمانتان. دیگر ما برنامه شما رو دیدم، فکر کنم درباره همی چیزای وزیرات است از طرف پارلمان و نظر شخصی خود ما در این رابطه ای است که قسم که شما دیدم حکومت وحدت ملی وزیرات را به بسیار گندی تعیین کردن و پارلمان هم به بسیار سختی به اونا رای اعتماد دادن تا اونا وزیر تعیین شدن. دیگر که با این رقم اینقدر وزیرا را یک جایی سیزا میکنن و رای عدم اعتماد برای اونا میتن، این از نظر شخصی خودم بسیار بحران در وطن به میان میاد، خصوصا در این شرایط که ما امروز قرار داریم دیگه مناسب نیست و در این فکر کنم که دست خارجی شاید باشه، دستور شاید گرفته باشن. نظر شما گرفته شد برادر عزیز. سوال هم داریم؟ نه خیر، نه سوال نداشتم، فقط نظر داشتم. روزتان خوش، ممنونتان که اشتراک کردین در برنامه، بفرمایید ادامه حرفایتون. ما در جریان بازرسی هم ما مکتوبی را خدمت ولسی جرگلوان کردیم که علاقمند هستیم که نماینده های محترم
مردم در جریان بازرسی هم بیاین همراه ما ببینن پروسه بازرسی ما و شدت و فشار کاری که ما در این قسمت وجود داره و اونا هم از نزدیک در حقیقت ملاحظه بکنن. وقتی که ما در حقیقت یک اتاقی را که در اختیار ما قرار داده شده باشه فکر میکنم شاید نیم همی اتاق کلن اسناد و مدارک باشه و تیمی که در اون قسمت بازرسی قطعی را انجام میدن یک تیم کاملا مسلکی هست که ترکیب او از رؤسای اداره عالی تفتیش هست، مفتشی سر مفتشین ورزیده اداره عالی تفتیش هست و در رأس کمیسیون هم معاون اداره در حقیقت است. یعنی عالی ترین مقامات اداره عالی تفتیش در ترکیب این گروه حضور دارن، بخاطر که گزارش حساب قطعی دولت یک گزارش بسیار جدی هست و از بابت اینکه مورد بحث قرار میگیره در شورای ملی و قضاوت های در این قسمت صورت میگیره، ما همیشه خواستیم که گزارش ما کاملا مسلکی باشه و کاملا بی‌طرفانه باشه و مبتنی بر اسناد باشه. در هیچ یافته ای از گزارش حساب قطعیه ما نمیبینیم که همی قضاوت شخصی در او به کار برده باشه. حتما در تمامی موارد به ما استناد کردیم به مواد قانونی که در این قسمت خلاف قانون، حالا کدام ماده قانون در این قسمت نقض شده او را ما اشاره کردیم. عالی است. به جزیتون احمد فراد از مزار شریف روی خط هستند. بفرما برادر عزیز. ببخشیم برادر عزیز، میشه دوباره صحبت کنین؟ چون صحبت های شما را نداشتیم. بلندتر صحبت کنین. ببخشیم، من گفتیم درباره همین فرم راپوردی فرم این بستیدیو که شما راپورد تخصیصات هستی میخواییم تفتیش کنیم از تمام ارگان ها، این از روی فرم امون تمام ارگان ها تفتیش میکنیم یا مستقل؟ سوال شما را درست نگرفتیم برادر عزیز متاسفانه. روزتان خوش. بازم شما سوال درست درک کردید؟ فکر میکنم که بیننده عزیز ما در ارتباط با یکی ما بازرسی راپورهای تخصیصات مطرح کردن که آیا ما کلگش میبینیم یا نمیبینیم. معمولا کل راپورهای تخصیصات کلیه واحدهای بودجوی را ما شامل پلان خود و بازرسی خود داریم و اکثر راپورهای تعدیلات و راپورهای تخصیصات توسط مفتشین ما مورد بازرسی قرار میگیره. سپاس. اما در صورتی که شما گفتین در کارتان صادق هستین و درست تفتیش میکنین، چرا ما هنوز به اداره های سالم و نهادهای سالم نرسیدیم؟ پاسخ شما را میداشته باشم. به اجازهتان یک تماس پاسخ میگیم. آجی جیلان از سمنگان روی خط هستن. آجی صاحب بفرمایین. سلام علیکم جناب معاون صاحب محترم. یک خواهش میکنیم صلاح الدین ربانی به حساب یک رهبر در افغانستان، یک جبه سیاسی، یک پرنفوذ و یک انسان خوبی و 73% بودجه در ایتیز رسانه در حساب بودجه حکومت و دیگه این چطور شد که به حساب تو استضاح شد و این رای رتا دادن؟ یعنی در توضیحات واضح در ما مردم افغانستان شما بتین خیلی خوش بشیم. این خواهی امکان نداره که کدام سلیقه قومی و کدام چیز دیگه باشه. ممنونتان، ممنونتان برادر عزیز، نظرتان گرفته شد. بازم اگر آقای حسینی دوست داشتن پاسخ میدن به سوال شما. در ارتباط با سوالی که بیننده عزیز ما مطرح کردن، استیضای وزیر صاحب خارجه، خب یکی از صلاحیت های قانونی ولسی جرگه نظارت از عملکرد حکومت هست و در این حال میتونن که هم استجواب داشته باشن و هم استیضا بکنن وزیرای مربوطه را مطابق به طرز العمل داخلی که دارن. اما در ارتباط با این که بر اساس مصرف پایین بودن مصرف بودجه انکشافی یک تعداد زیادی از وزارتخانه در حقیقت شامل پروسه استیضا هست، یک مقدار ملاحظاتی وجود داره و ما خوشحالتر می شدیم که در انتخاب این معیار یک مقداری تعدیلات را اینا مد نظر می گرفتن و همه ادارات به یک سویه مورد استیضا قرار نمی دادن. ما ادارات زیربنایی و توسعه‌ای داریم در حقیقت که عملکرد وزرا ارتباط مستقیم میگیره با مصرف بودجهشان. به عنوان مثال وزارت های زراعت و آبیاری، وزارت انکشاف و دهات، فواید عامه، انرژی و آب، صحت عامه، مبارزه علیه مواد مخدر،
اینا اداراتی هستند که سنجش عمل کرده وزارت در حقیقت بر اساس مصرف بودجهشان قرار میگیره و در کنار این یک تعداد وزارت‌هایی رو داریم که در حقیقت اونها وزارت‌های پالیسی ساز هستند و بخش و بودجه انکشافی اونها هم بسیار کم است. به عنوان مثال وزارت خارجه یکی از وزارت‌هایی است که بودجه انکشافیشان بسیار کم است. وزارت امور مهاجرین بودجهشان از 1 میلیون دلار هم پایین‌تر است و همچنین وزارت حج و اوقاف است و که بیشتر امورات مربوط به حج انجام می‌دهند. خوب است این وزارتخانه‌ها عملکردشان مورد سنجش و ارزیابی قرار بگیره که آیا در راستای اهداف و برنامه‌ای که هم وزارت داشت آیا اینا موفق بودن یا نبودن. بر این اساس طبیعتاً ما نمیتونیم که عدم مصرف بودجه انکشافی رو برای کل وزارتخانه. سپاس آقای حسینی. به سوال خودم برمیگردیم، اما پیش از او آقای اکبر روی خط هستند. بفرما جناب اکبر. بله سلام علیکم. یک خواهم میرا شما خوب برنامه پیش میکنم. شما را یک شکایت دارم که بیزیدتان شما برادر ما فکر کنم در رابطه با موضوع برنامه و سوال نداشتن. برمیگردیم به اینکه اگر در افغانستان اداره تفتیش کارش درست انجام داده و همچنین نهادهای مرتبط به این موضوع، چرا هنوز ما نتونستیم به اداره های سالم برسیم؟ یک چالش جدی هست و یکی از نگرانی های اداره عالی تفتیش هست و ما معمولا این نگرانی های خود همیشه در قالب ارائه سفارشات خود به مراجع مربوطه عنوان داشتیم و در گزارش هایی را که مطابق قانون ما مکلف هستیم به ریاست جمهوری و شورای ملی ارائه بکنیم. ما 5 نوع گزارش به شورای ملی و ریاست جمهوری ارائه میکنیم. گزارش عواید و تفتیش عواید و مصارف به صورت سالانه هست، گزارش حساب قطعی دولت هست، گزارش مصارف خاص هست، گزارش تفتیش مصارف محرم هست و همچنین گزارش تفتیش عمل کرده هست. ما تمامی گزارش ها رو به مقامات مربوطه ارائه میکنیم و در این حال هر گزارش را که ما از عوایدهای بودجه‌ای داریم به خود اون مرجع تمامی نواقص کاسی ها و مشکلاتی که دارن همراه مرجع شریک میسازیم و در این حال راه های حل و برون رفتش هم در این حال در گزارش خود برای مرجع مربوطه عنوان میکنیم. ولی صلاحیت اداره عالی تفتیش تا همین حد است. در حقیقت ما میخواییم که میزان شفافیت و حسابدهی را در ادارات و نهادهایی که از بودجه دولت به قسمی استفاده میکنن ما بتونیم بالا ببریم و در این حال یک حالت پیشگیرانه رو ما در حقیقت داریم که جلوگیری بکنیم از اعمال خلاف قانون و اعمال خلاف که باعث بروز فساد اداری در کشور میشه و این وظیفه خود ادارات در حقیقت هست و مراجع دیگه ای که در این مثال نقش مستقیم داره. سپاس. آقای سیف‌الله روی خط هستند. بفرمایید. سلام علیکم. سلام بر شما و مهمان برنامه شما. سلام خود تقدیم از علمان می کنم. درود به شما برادر عزیز. برای یعنی اتزای وزیره. بفرمایید. ما شرایط مثلا کندوز و علمان و روزگان و فرا و مناطق که در اونجا جنگل. مثلا بودجه برای اتنا در وزارت مالیه بودجه به وزیره میرده. اینا که مصرف کردن نمیتنه. مثلا ما زیاد موارد دارم. وقت کم است برای دامویل من که بعضی موارد بودجه بنام مصرف شده اما چیز نشده. یک نظری من امیتوارد که فعلی یعنی چیز بودجه که اینا مصرف میکنه. یک نظری که کوی در کار است. تمام مملکت پیران شرایط امیتوارد که جنگ است و هر کس میره به حساب خود چیز مصرف میکنه را پوری شکر میکنه هم مصرف نمیشه. مردم دوباره استعلای وزیره وقتی وزیر نمیتانه که اون بودجه خود مصرف کنه. من پشتبانی پارلمان از بایی حساب می کنم تن از مانی هم تمام مردم که ما را تماس هستم مردم بایی بسیار خوش است که باید کن اینا که از وزیفه سا بگذش میشه باید حساب هم رای شود که چرا شما نمیتانی که یک وزیر هستی که شرایط هم بری جور شما نمیتانی که وزیفه خود کامل وستهی انجام بده. سیف‌الله عزیز در رابطه به موضوع برنامه که کار این اداره است که هفته وزیر به گزارش داده و اداره عالی تفتیش که نظر به گزارش این اداره هفته وزیر استعضا شدن از سوی پارلمان، نظر ندارین و یا پرسش ندارین؟
نظر دوست برا دوستمون تماسش قطع شد، میتوانستم دوباره تماس بگیرن. بعد میگردیم به چالش هایی که فراروی اداره شما وجود داره. مطمئنم چالش های هم هست که بابت دلیل میشه که شما کارتان درست انجام داده نتانید. میشه در مورد چالش های خودتان بگیم؟ مشکلاتی که طبیعتا افغانستان پر از مشکل است و در جای جای ملک ما مشکلات جدی داریم و در این حال وظیفه اداره عالی تفتیش است در هر جایی که بودجه دولتی مصرف میشه ما او را مورد تفتیش و بازرسی خود ما قرار بدیم. قطعا این هم در مرکز کابل هست و هم در ولایت های مثل نورستان و قندوز و فرا و جاهای دیگه وجود داره. ما یکی از مشکلات و چالش های اصلی مسئله ناامن بودن بعضی از ولایت هست. ما مفتش خود در بعضی از ولایت ناامن در حقیقت مشکل است که بفرستیم و مفتش بتونه که در او ولایت بدون کدام مشکلی حتی قلب بازرسی های خود انجام بدن. در این حال در بعضی از ولایت میبینیم که بعضی از مافیا بسیار قدرتمند هستند. در جریان بازرسی مفتشین ما ممکن است که دچار مشکل شد و نتونه که به او میزان آزادی و استقلالیتی که داشته باشه روی اسناد و مداره کار بکنه. در این حال ما مشکلاتی همراه خود واحدهای بودجوی مخصوصا در ادارات محلی و ولایتی خود داریم. ظرفیت کارمندان متاسفانه چندان بالا نیست. در مسائل مالی معمولا کسایی هستند که ظرفیت بالا ندارن و در ارائه اسناد بسیار ما با مشکل مواجه هستیم. حتی در ادارات مرکزی ما هم ما این مشکل مواجه هستیم. یگان وقتی اگه استعلامی که ما صادر میکنیم متاسفانه بعد از دو ماه جوابش به دست ما میرسه. این خودش باعث میشه که در پروسه بازرسی ما دچار سکته بشیم. در مورد این که چرا ظرفیت بالا نیست و چرا ظرفیت سازی نمیشه بیشتر حرف میزنیم، فعلا آقای حقیار از ولسی جرگه روی خط هستن. آقای حقیار بفرمایید. سلام علیکم. سلام درود به شما برادر عزیز، بفرمایید پرسش و یا دیدگاهتان. خورجانم دغه استعداد وکیلانو حق به باکی کته بودجه پیسا باندې بودجه مشکلات لري شه وزارت وکړه مثلا کوئی کومه تاج پانه زده درته یو مشاور په سپاتر ته دلته سیاسي برخورد کوي د مور مری سلوک دی وزیران سره دغه سلوک یې هغه څوک به سوال کوي چې خپل دغه احکام ولکه په عدد وایي د بودجه وزیر خبره ته نه پرېږدي. آقای حقیار به باور شما کی سیاسی برخورد کرده وکیلا؟ رئیسانو کمپاین کوي د مالیه وزیر کوم ته اس پنه وزیر ته کوم هر وکیل ته جلا جلا وي پر وځه کې ولاو چې دې درا درا مو کوي دا شته برخورد نه. سپاس، روزتان خوش. فقط میخوایم در این مورد دیدگاهتان داشته باشیم آقای حسینی. عدم مصرف بودجه انکشافی میتونه که یکی از معیارهای خوب باشه برای ارزیابی عملکرد وزرا. ای که ای وزیر کارش خوب انجام داد یا ای که خوب انجام نداد. این ما میتونیم به عنوان یکی از مؤلفه و یکی از معیارهای خود در نظر بگیریم. نه ای که به عنوان همه معیارهای خود. ما همین قسمی که بیننده قبلی ما اشاره کرده بودن، ما در بعضی از ولایات ما مشکل داریم. مشکل امنیتی از قندوز سقوط کرده بود، در اروزگان، در فرا، در جای جای کشور مشکلات وجود داره. طبیعتا وقتی که پروژه های انکشافی ما ممکن است بعضا در او ولایت بوده باشه، پس در تطبیق مصرف بودجه انکشافی خود ممکن است که ادارات با مشکل مواجه شده باشه و این دلایل و این مشکلات باید توسط ولسی جرگه شنیده میشد و بر مبنای او تصمیم می گرفتن. حداقل تمام دلایل از طرف ادارات شنیده می شد و ادارات دلایلی که مستند بود قناعت بخش بود اونا را می پذیرفتن و دلایلی که قناعت بخش نمی بود و ادارات بودجه در اختیارشان بود و می تانستن که مصرف بکنن و حتی به نظر من معیار 70% هم کفایت نمی کرد، باید بیشتر از اون می بود، چرا که بودجه همون 100% در اختیارشان قرار می گرفتن. ولی با شنیدن دلایل و مشکلاتی که در حقیقت او مرجع داشتن و ما نمیتونیم که همه ادارات به یک سویه ببینیم. به عنوان مثال وزارت فایده عامه 26 میلیارد است، وزارت
صحت عامه 16 میلیارد است، وزارت انرژی و آب 10 میلیارد بودجهشان است، وزارت زراعت 8 میلیارد است، وزارت انکشاف دهات 21 میلیارد است. طبیعتاً ما نمیتونیم این وزارت ها که وظیفه اصلیشان تطبیق پروژه هست و مصرف بودجه انکشافی هست، ما بیاییم با اداراتی که همین 200 میلیون افغانی هست، 100 میلیون افغانی هست. تشکر آقای زلمه روی خط هستم به جزتون. آقای حسینی اگر تماس پاسخ میدیم برمیگردیم به حرفای شما. زلمه عزیز بفرما. سلام علیکم خورجانه. درود به شما برادر عزیز، بفرماییم پرسشتن. خورجان زمان در اولی سه جرگان خیلی کار کردی چی در وزیران استزا کردی دلتا دیده پزایی که وقتا سایست سالری سالری بلالا اولا خبری داده چی سوره که مخی حسانی دید سمنگان چی تلفن کرده وی در سلمورتین دفانی در گرد خلق پا افغانستان که چی دی آقا گرد هم دون سیاسی دی پردگم بندی او دون کدر خلق دیگه شاعت دی کسید پده اوخی چی دیگه شایسته وزیر به دیده پردگم معرفی شی. ممنون، تا نظرت گرفته شد برادر عزیز، روزتان خوش. برمیگردیم به این که نهاد اداره تفتیش یک نهاد کلیدی است، چرا ظرفیت سازی در این راستا وجود نداره؟ شما گفتید که ظرفیت وجود نداره. پاسخ شما را می داشته باشیم اما بعد از یک تماس. تماس گل محمد روی خط است، برادر عزیز بفرما. سلام علیکم. سلام به شما برادر عزیز، بفرمایید پرسش و یا دیدگاهتان. سلام علیکم، گل محمد شیرزاد هستم از ولایت قندوز ولسوالی امام صاحب، زحمت دادم شما را. تشکر از شما که سهم گرفتین در برنامه، بفرمایید پرسشتون. سوال مهمی است، اینمی وزیره را توبالا میکنه این رهبره افغانستان، اینمی اردویشم خائن است، اردویشم خائن است، اینمی وزیره ممنون برادر عزیز، روزت خوش. دوستان عزیز، زمانی که تماس میگیرین در رابطه با موضوع برنامه صحبت کنین. تماس بعدی روی خط است، جیهون از مزار شریف. جیهون عزیز بفرما. سلام، صبح شما بخیر، صبح مهمانتان بخیر. صبح شما همچنان بخیر. من جیهون هستم از مزار شریف. ما درباره بودجه‌ای که از طرف وزارت خارجه به مصرف رسیده بفرمایید. گفتم قبلا وزیر صاحب خارجه صلاح‌الدین ربانی به پارلمان رفتن و از طرف وکلای پارلمان استعزا شدن، سلب صلاحیت دیگه. حال قبلا استعزا شدن، حال فعلا اعلان شده که 73.3% بودجه ازیا به مصرف رسیده. در این باره میمانتان چی گفتنی داره؟ آیا واقعا 73.3% بودجه وزارت خارجه مصرف شده یا نه؟ سپاس برادر عزیز، سپاس، روزت خوش. بیننده عزیز، امروز موضوع برنامه ما این است که نظر به گزارش اداره عالی تفتیش، هفته وزیر به کابینه معرفی شد و استعزا شد از سوی مجلس نمایندگان. شما اگر نظری دارین در رابطه با کارکرد این اداره که چقدر کارشون عادلانه و شفاف بوده، میتونین تماس بگیرین و موضوع برنامه ما همین است. امیدوار هستم که در رابطه به این موضوع شما تماس بگیرین و سوالاتتان مطرح بسازین. برمیگردیم به سوالی که شما گفتین ظرفیت وجود نداره در این اداره. من فکر میکنم که اشتباه برداشت شد. من گفتم که ظرفیت متاسفانه در بخش‌های مالی واحدهای بودجوی وجود نداره. وقتی که ما مفتشین خود روان میکنیم برای، چون عموما از وظایف اساسی اداره بازرسی امور مالی و حسابی ادارت است، بررسی میکنن که آیا بودجه در مسیر بحث خودش. اما خوب از حالا که مطرح شد در مورد ظرفیت کارمندان خود شما بگوید، شما چقدر ظرفیت سازی کردین در این بخش؟ بسیار خوب، من به همو برمیگردم که طبیعتاً موضوعاتی که مورد بررسی قرار میگیره مسائل بودجه ای است که از طرف ادارات باید مصرف شد، آیا مطابق به مقررات و طرز العمل های نافذه آیا مصرف شد یا نشد. این متاسفانه مشکل بسیار مازیات وجود داره و در ارتباط با اداره ما مشکل ظرفیت در کل ادارات هست و اداره تفتیش از این امر مستثنا نیست. ولی در ارتباط با ظرفیت سازی که ما در اداره تفتیش داشتیم، شاید بگم که ما کمتر اداره داشته باشیم مانند اداره عالی تفتیش باشه که در مسائل آموزشی و ارتقای ظرفیت بیشترین توجه و تمرکز خود داره. ما در سال برنامه های بسیار منظمی را در ارتباط با هم موضوعات عمومی از قبیل مسائل آیتی و برنامه های انگلیسی و همچنین موضوعات مسلکی در موضوعات در بخش های مختلف مورد دست داریم. به عنوان مثال، همین ماه
عقرب که خلاص شد و در ماه بعدی مکمل ما یک کورس آموزش یک ماهه را برای کل مفتشین خود داریم. سپس به جزیتان تماس پاسخ میدیم. آقای انصاری روی خط هستند. انصاری بزرگوار بفرمایید. السلام علیکم خواهر محترم به شما و به جناب موین صاحب محترم. ما شما سب عمل کرده تفتیش سب گفتن که به پنج نواز سر از این یک موضوعش میریم. تفتیش عمل کرد، تفتیش عمل کرد، باور به خدا بکنه که در افغانستان زیر صفر است. چایی که در بسته شهر کابل از استادگاه وجود نداره که کسی از موتر خود استاد کنه یا یک نفر از موج بالای سوار موتر شد. در بسته ولایت کابل ما یک ترمینال نداریم که 3-4 ولایت از اینجا مردم جمع‌آوری شد و به ولایت خود برود. در چوک بره موقعیت بگیره، در کمپنی بره موقعیت بگیره، در تانگ لوگر موقعیت بگیره. این سرکای این روزی را ببینه که باید این 4-5 سرک می بود، 4 سرک 2 سرکی که بود وام سعی کنه به چی سنگای سیمتی، سرک مایدار، سرک دارلمان، سرکای عجیب و غریب بش، کلوله پشته، شار نو، می بینه کوچه با کوچه بند است. تفتیش وزیفه ایش اینمی است که با امو ارگانایی که یا امو هنگی دارن یا باید واقعا از الله جل جلاله بترسن، دیگه هیچ کسی ترس و بیم نداشته باشه. ملت مظلوم افغانستان همراه از یا هستن به خاطر که فکر کنم فعلا مردم ما خواره کردید باور کنید در قرن ششم زندگی میکنه. اروزگان، زابل، بادغیس و کسایی که در خط دیورن زندگی میکنه الکاین دارن، بجای گروپ الکاین دارن، بجای غذای نان بیسا پخته میکنن از تندور از خشخاش استفاده میکنن و مثل قرن شش و هفت و مردم ما فعلا هیچ کار و بار در ولایات نداره به خاطر نداره. مثال در ولایات یا در دیگه کشورها مردم اگر در قصبه ها در قریه ها در ولسوالی های خود زندگی میکنه در شهر خود به کار میآید. وقتی که در شهر خود نیاید شهرش تولیدات داشته میباشه، شهرش یک ترمینال بین المللی داشته میباشه که روزانه در اونجا 10,000 نفر روی کار میشه. این شب یک شب آدم در کمپنی تیر کده نمیتونه، شب دومی رو در سرای شمالی تیر کده نمیتونه. در طول 14 سال از کارتی پروان تا سرای شمالی سرک پخته نشد. چی وقت؟ کم تفتیش. ممنون برادر عزیز، نظریات شما گرفته شد. آقای حسینی پاسخ خواهند گفت. روزتان خوش. در رابطه با وزارت خارجه که آقای جیهون پرسش داشتن شما چی گفتنی دارید؟ در ارتباط با مصرف وزارت امور خارجه قسمی که من در ابتدا اشاره کردم که قطعی واحدهای بودجوی توسط خود واحد بودجوی ترتیب میشه و ما معلوماتی که در قسمت میگیریم برگرفته از معلوماتی است که خود واحدهای بودجه در اختیار وزارت مالیه قرار میدن و قطعی که ترتیب میشه توسط بخش مالی جور میشه و رئیس مالی امضا میکنه، معین مربوطش امضا میکنه و در نهایت وزیر مربوطه امضا میکنه. مصرف بودجه انکشافی وزارت امور خارجه در حقیقت آنمو فیصدی مصرفشان 27% هست ولی ما باید یک تفکیک قرار بدیم که در بودجه انکشافی ما دو نوع بودجه را داریم. یکی سه نوع بودجه را میتونیم داشته باشیم. یکی بودجه‌ای است که از منابع داخلی تامین میشه و یکی بودجه اختیاری هست و یکی بودجه غیر اختیاری هست. قسمی که وزیر صاحب خارجه اشاره کردن در مجلس نمایندگان مسئله در حقیقت عدم مصرف بودجه غیر اختیاری بود. مصرف بودجه غیر اختیاری هم میتونه که محدودیت خلق بکنه برای ادارات بودجوی به این معنی که چون صلاحیت مصرف و صلاحیت تمویل او پروژه با خود دونر هست، دونر هست میگه که من فقط صرف در انمی پروژه من شما را تمویل میکنم و غیر از این امکاناتی وجود نداره. اگر مشکلات وجود داشته باشه ما او را تغییر بدیم. به عنوان مثال قسمی که ایشان اشاره کردن که قرار بوده که یک تعمیر برای بانک انکشافی آسیایی خریده شد ولی این متاسفانه اصلا بانک تصمیم خود عوض میکنه و بودجه را در اختیار وزارت خارجه قرار نمیده و خوب بود که در جریان سال مالی حداقلی امرای وزارت مالیه مطرح میشد و این دلیل حداقل چنانچه قطع شد اسنادی حتما وجود داشته باشه توسط پارلمان شنیده میشد و ایره میپذیرفتن چون بودجه ای که وقتی در اختیار خود وزارت نباشه طبیعتا ما نمیتونیم کور مصرف بکنیم. تشکر آقای حسینی، تماس با اجازهتون پاسخ میدیم. آقای عرفان روی خط هستن. عمران روی خط هستن، بفرمایید عمران عزیز. بله سلام علیکم خدمت شما خواهر عزیز و خدمت میهمان برنامه‌تون. بخیر تقدیم میکنم. سلام به شما، بفرمایید. دقیق کدام سوال ندارم از میهمان برنامه، اول یک پیشنهاد داشتم. بفرمایید.
پیشنهاد ما ایست که شما لطف کنین برنامه بعدیتون مسئولین وزارت مالیه دعوت کنین. اینه با شما قسم میخورم که ما صاحب حوزه 13 هستم، دکاندار هستم. شما اینمی پروسه مالیاتی ای که شروع شده سر دکاندارا باور کنین که میاین اینمی جا 3 نفر هستن، از دل خود نشتم نکنم اگه 15,000 اگر 1,000 رشوت بیتی نشتم نکنم 2,000 مالیه. حتما حتما در این خصوص برنامه خواهیم داشت. برادر عزیز روزت خوش. به اجازه تان یک وقفه میگیریم، برمیگردیم. وقفه بیننده عزیز با ما باشین. ادامه برنامه ممنونم که با ما هستید. بیننده عزیز همچنان در ادامه با ما باشید. شماره های تماس برنامه 0791-66-154-655 این شماره هاییست که میتونین در برنامه به تماس شوین. برمیگردیم به پاسخ آقای انصاری که از شما داشتن. جناب آقای انصاری در ارتباط با تفتیش عملکرد پرسان کردن و گفتن خوب است که ما تفتیش عملکرد در جای جایی داشته باشیم. امروز یکی از شیوه های تفتیشی که در کشورهای توسعه یافته معمولا از او استفاده میکنه قدم میگذارن به سمت تفتیش عملکرد، به خاطر از اینکه پروژه ها ضرور است بر اساس سه مؤلفه اقتصادیت، مؤثریت و مفیدیت در حقیقت مورد ارزیابی و تطبیق قرار بگیره. اداره عالی تفتیش هم الحمدلله در این قسمت گام های محکم و اساسی خود داره برمیداره، چون یک موضوع جدیدی هست در دنیای تفتیش. ما هم کوشش کردیم که در این پروسه بسیار سهم خوبی را داشته باشیم و در 2-3 سال گذشته ما در حقیقت برنامه تفتیش عملکرد خود شروع کردیم. مثلا در سال گذشته ما در ریاست تنظیف و شاروالی ها تفتیش عملکرد خود انجام دادیم و در سال فعلی در دو وزارت انرژی و آب و وزارت کار و امور اجتماعی سیستم های تدارکات، منابع بشری و تقاعد مورد تفتیش عملکرد خود قرار دادیم. تفتیش عملکرد چون یک ساحه بسیار کلانتری را در بر میگیره، زمانی که باید آدم تفتیش انجام بده زمان هم متفاوت از دیگر انواع بررسی ها هست که زمان او معمولا طولانی تر است و انشالله که بتونیم ما در سالهای آتی موضوعات بیشتری را شامل تفتیش عملکرد خود داشته باشیم. سپاس. در مورد اینکه در کل بودجه حکومت از کجا تامین میشه حرف میزنیم. حالا علیشا از هرات روی خط هستن، به اجازهتون تماس پاسخ میدیم. بفرمایید آقای علیشا. سلام علیکم. سلام به شما، بفرمایید. برنامه شما آقای انصاریان. سپاس، بفرمایید. پرسشتان. اول اینکه من خواستم بپرسم که اداره تفتیش چگونه برنامه اینا چگونه مثلا بررسی میکنن از اداراتی که به ولایت وجود داره. ما فساد به اداراتی که به ولایت خیلی زیاده. بنابراین اینکه یک کس اگر میایه از کابل یا از مرکز کسی میایه رئیس میشه، تمام کارمندایی که به همون اداره وجود داره تبدیل میشه به این اساس که همه از قوما و کسانی که به این نزدیکن میآید. یک معطلی که فارغ میشه از یک پانتون یا از یک بخش خیلی با مشکلات میتونه وارد ادارات بشه، به خاطر اینکه ممکنه مثلا یک شناس به یک اداره خاصی نباشه. از ما خیلی به مشکل برخوردیم، خصوصا من خودم یک معطل بودم. وقتی که میخواستم وارد کار بشم اصلا به هر اداره رفتم، هیچ معیاری وجود نداره، تفتیشم میکنن، ولی این که شامل امتحانم بشن امید این نیه که ما در آینده کارمند استخدام بشن، به خاطر اینکه شناسی نداریم، در این حال پولی هم نداریم، معیار فقط پول و پارتی است. اینا ما میخواستم بیشتر توضیح بدن که اداره تفتیش و اداراتی که استخدام میکنن به ولایت. تشکر برادر عزیز، مشکل شما گرفته شد. روزتان خوش. برمیگردیم به بودجه. این که بودجه حکومت در کل از کجا تامین میشه؟ ما بودجه حکومت از در حقیقت سه منبع تامین میشه، که منابع عایداتی داخل کشور هست و از مساعدات های خارجی هست و از قروض هست. به عنوان مثال در سال 1394 ما برای تمویل بودجه عادی خود که مبلغ عمومی بودجه عادی ما در بعد از تغییرات 284 میلیارد افغانی بود، ما 121 میلیارد افغانی در حقیقت برای تمویل بودجه عادی خود داشتیم که 42% همی بودجه عادی ما را شامل می شد و بودجه انکشافی ما برای سال 1394 152 میلیارد بود که 82 میلیارد مصرف شد و 69 میلیارد باقی ماند. و
161 میلیارد ما برای بودجه عادی خود منابع تمویلی از مساعدات های خارجی را داشتیم که در حقیقت 161 میلیارد و 121 میلیارد مجموعه بودجه عادی ما را تشکیل میداد و کسر بودجه ما نداشتیم در این قسمت. و در بخش بودجه انکشافی هم ما فقط 3.8 میلیارد بود از منابع داخلی تمویل شد و 90% بودجه دیگه که 137 میلیارد بود از مساعدات های خارجی بود و در حدود 2.5% دیگه هم از قروض تمویل شد. یعنی ما اگر نگاه بکنیم در بودجه انکشافی خود ما فقط در حدود 2.5% از منابع داخلی هست و ما باقی از مساعدات های خارجی و بیرونی هست. اگر ما ایر بیایم در سطح بودجه ملی بخوایم ارزیابی بکنیم، ما در حدود 28% مجموع بودجه ما از منابع داخلی هست و ما باقی از مساعدات های بیرونی هست. اگر ما یک نگاه خیلی گذرا داشته باشیم نسبت به مصارف و عوایدی که ما در طی سالهای گذشته داشتیم و روند این مصارف عواید چه قسم بوده؟ به عنوان مثال از سال 1368 تا 1394 ما یک همی روند بسیار خرابی را داشتیم. اگر ما مصارف عادی ما 87 میلیارد بوده، 73 میلیارد در حقیقت سهم عواید داخلی در مصارف ما بوده که یک رقم نسبتا خوبی بوده و این 73% در حقیقت در 88 در سال بعدیش 89-72% میشه، کاهش پیدا میکنه و همین رقم 90-66% میشه، 91-60% میشه و در سال 92-55% میشه، در سال 93-43% میشه و در سال قبل ما تانستیم که این فیصدی خود نسبت به مصرف خود 52% بسازیم و در حقیقت سال ممنون. پیش چون وقت برنامه تمام است آقای حسینی، وقت برنامه تمام است، سپاس که مهمان ما شدین، وقت گذاشتیم، با ما روزتان خوش. خواهش میکنم. بیننده عزیز روز شما هم خوش، ممنون که با ما بودید، همچنان با یک باشید.